واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله امریکا. پیام تسلیت بشار اسد به آیت الله خامنه ای. رسانه های ایران از پیام تسلیت بشار اسد رئیس جمهور سوریه به آیت الله خامنه ای رهبر ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش آقای اسد در این پیام نوشته است که یاد آقای سلیمانی در خاطر مردم سوریه خواهد ماند. رئیس جمهور سوریه حمله امریکا را اقدامی جنایتکارانه و در راستای حمایت از تروریست در منطقه خوانده است. کاهش 1% بازار سهام در امریکا به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، بازار سهام امریکا حدود 1% کاهش پیدا کرد. این در حالی است که قیمت نفت افزایش یافته است. تحلیلگران هشدار دادند که این اتفاق می تواند تنش در منطقه را افزایش دهد. واکنش پوتین به کشتن قاسم سلیمانی. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله امریکا تهدیدی است که وضعیت خاورمیانه را شعله ور می‌کند. به گزارش کرملین، آقای پوتین در گفتگوی تلفنی با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که این اقدام می‌تواند به صورت جدی وضعیت منطقه را وخیم‌تر کند. ترامپ نیز گفته قاسم سلیمانی مسئول مرگ میلیون‌ها نفر بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود قاسم سلیمانی را مسئول مستقیم و غیر مستقیم مرگ میلیون‌ها نفر خوانده است. آقای ترامپ نوشته ژنرال قاسم سلیمانی در دوره طولانی هزاران آمریکایی را کشته یا زخمی کرده است و برنامه کشتن خیلی های دیگر را هم داشت، اما گرفتیمش. او مسئول مستقیم و غیر مستقیم مرگ میلیون‌ها نفر بود، از جمله شمار زیادی از معترضان که در خود ایران کشته شدند. ایران نمیتواند این را اذعان کند، اما او در ایران مورد نفرت بود و از او میترسیدند. ایرانی ها اصلا به اندازه که رهبرشان میخواهند به جهان نشان بدهند غمزده نیستند. او باید سالها پیش کشته میشد. ستایش وزارت دفاع روسیه از قاسم سلیمانی. وزارت دفاع روسیه در بیانیه شهیدالله از حمله امریکا و کشتن قاسم سلیمانی انتقاد کرده و از برخی اقدامات این فرمانده ایرانی ستایش به عمل آورده است. این وزارتخانه اقدام امریکا را کوتاه بینانه خوانده و گفته این کار باعث افزایش تنش در منطقه می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل، هدف قرار دادن قاسم سلیمانی به احتمال زیاد غیرقانونی است. انیس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد توییت کرده هدف قرار دادن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس به احتمال زیاد غیرقانونی و ناقص قواعد بین الملل حقوق بشر است. واکنش نماینده اصلاح طلب مجلس. سلیمانی چهره منحصر به فرد در عرصه مبارزه با تروریسم بود. پروانه سلحشوری نماینده اصلاح طلب مجلس ایران در حساب توییتر خود نوشت که حاج قاسم سلیمانی چهره منحصر به فرد در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه بود. به نوشته خانم سلحشوری، آقای سلیمانی عمر خیش را صرف دفاع از خاک وطن در سالهای جنگ تحمیلی و پس از آن نمود. این نماینده مجلس معتقد است که فرمانده سپاه قدس در نهایت خود نیز قربانی تروریسم شد. وزیر دفاع ایران انتقام خون سردار سلیمانی را میگیریم. سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در پیامی گفته است انتقام این خون به ناحق ریخته شده از تمامی عاملین و مرتکبین گرفته خواهد شد. و همچنین رهبر ایران گفته راه قاسم سلیمانی متوقف نخواهد شد. آقای خامنه ای در پیام خود به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی گفته است راه او متوقف و بسته نخواهد شد. و خبر فوری این که قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. به دنبال انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته. آیت الله خامنه ای 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. آیت الله خامنه ای در پیامی به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. رهبر ایران در این پیام گفته است انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند. آقای سلیمانی یکی از معتمدان آقای خامنه‌ای در دوران رهبری او بوده است. آیت الله خامنه‌ای سال پیش بالاترین نشان نظامی ایران را به آقای سلیمانی عطا کرده بود. او در آن مراسم دعا کرده بود که آقای سلیمانی پس از سالها شهید شود. رهبر ایران همچنین در تقدیر از عملکرد قاسم سلیمانی از او به عنوان شهید زنده نام برده بود.
و همچنین جواد ظریف، آمریکا مسئول ماجراجویی یاغیگران خود است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امریکا را مسئول پیامدهای آنچه او ماجراجویی‌های یاغیگران خوانده دانسته است. آقای ظریف در توییتر آقای سلیمانی را موثرترین نیرو در مبارزه با داعش، جبهه نصرت و القاعده خوانده است. او اقدام امریکا را در ترور آقای سلیمانی بسیار خطرناک خوانده است. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در توییتی به دونالد ترامپ در مورد حمله به خودرو قاسم سلیمانی و کشتن او هشدار داده است. در نخستین واکنش‌ها از داخل ایران، محسن رضایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این کشور در توییتر از انتقام سخت علیه امریکا سخن گفته است. وزارت دفاع امریکا نیز اعلام کرد حمله با دستور ترامپ بود. وزارت دفاع امریکا گفته است با دستور دونالد ترامپ ارتش این کشور در اقدامی قاطع و دفاعی این فرمانده ایرانی را کشته است. مایک پامپو وزیر خارجه امریکا گفت حمله به کاروان حامل قاسم سلیمانی به دنبال آن صورت گرفت که اطلاعاتی از تهدیدی فوری به دست آمد. او گفت امریکا در صورت صلاح دید این اطلاعات را منتشر خواهد کرد. هزاران ایرانی برای سوگواری و اعتراض به امریکا در خیابان‌ها حضور یافتند. هزاران نفر از مردم ایران در پی اعلام خبر مرگ قاسم سلیمانی برای سوگواری به خیابان‌ها رفتند و به اقدام امریکا اعتراض کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که سفر خود به یونان را ناتمام گذاشته و در حال بازگشت به اسرائیل بود، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را به دلیل اقدام سریع، قدرتمند و قاطع در کشتن قاسم سلیمانی ستود. او گفت که همانطور که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، ایالات متحده امریکا هم دقیقاً چنین حقی دارد. حذف پست‌های مربوط به قاسم سلیمانی از اینستاگرام. محمد علی ابطحی از معاونان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران میگوید که اینستاگرام پست او را درباره کشته شدن قاسم سلیمانی حذف کرده است. احمد خمینی نتیجه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم از حذف پست مربوط به قاسم سلیمانی نوشت. احمد خمینی نوشت آزادی به سبک اینستاگرام، باز هم عکس را پاک کردند. چند ماه پیش و پس از آنکه وزارت خارجه امریکا به طور رسمی نام سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان بین‌المللی تروریستی در روزنامه رسمی دولت فدرال ثبت کرد، سخنگوی شبکه اجتماعی اینستاگرام بسته شدن حساب برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله قاسم سلیمانی را تایید کرده بود. آلمان خواستار کاهش تنش‌ها شد. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار کاهش تنش‌ها شده است. اما به نظر می رسد که آلمان در صورت تصمیم به انجام هر گونه حمله از آن حمایت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی صدر اعظم آلمان گفته اقدام امریکا در واکنش به مجموعی از تحریکات نظامی بود که ایران مسئول آن بوده است. ما همچنین با نگرانی بسیار فعالیت‌های ایران را در منطقه زیر نظر داریم. ما در مقابل هر گونه خطر تشدید تنش‌ها می‌ایستیم. وزارت خارجه هلند از شهروندانش خواست که در صورت امکان بغداد را ترک کنند. وزارت خارجه هلند ضمن هشدار نسبت به افزایش خشونت‌ها و ناآرامی‌ها در بغداد از شهروندان این کشور درخواست کرده که در صورت امکان این شهر را ترک کنند. اعلام آمادگی ظریف برای همکاری با فرمانده جدید سپاه قدس. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتصاب اسماعیل قاآنی به عنوان فرمانده جدید شاخه برون مرزی سپاه پاسداران را به وی تبریک گفته و از آمادگی وزارت امور خارجه برای تداوم همکاری با وی و سپاه قدس گفته است. هشدار سپاه پاسداران به باز شدن جبهه های جدید در منطقه و جهان. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای قاسم سلیمانی را ستایش کرده و هشدار داده که کشته شدن او در حمله امریکا برخلاف نیت و غایت این حمله به باز شدن جبهه های جدیدی علیه امریکا و اسرائیل در منطقه و جهان می انجامد. در بیانیه سپاه آمده که آقای سلیمانی برای برنامه‌ریزی مقابله با توطئه جدید امریکایی ها در احیای داعش و گروهک‌های تکفیری و برهم زدن مجدد امنیت عراق به این کشور سفر کرده بود. سپاه میگوید جزئیات مراسم خاکسپاری و سوگواری قاسم سلیمانی بعداً اعلام خواهد شد.
وزارت نفت عراق گفته است تنها شهروندان امریکایی که در شرکت‌های نفتی خارجی در بصره کار می‌کردند به درخواست دولت امریکا این شهر را ترک کردند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا کشته شدن قاسم سلیمانی را ترور ژنرال ایرانی خوانده و گفته است که این مسئله به طور جدی و خطرناکی باعث تشدید تنش‌ها در خاورمیانه خواهد شد. او گفت که دولت بریتانیا باید در جهت مهار دو طرف ایران و امریکا اقدام کند و در مقابل اقدامات و لفاظی‌های خصمانه امریکا بایستد. او تأکید کرده که همه کشورهای منطقه و فراتر از آن باید برای رفع تنش‌ها و جلوگیری از عمیق‌تر شدن درگیری‌ها اقدام کنند، چون این مسئله فقط می‌تواند باعث بدبختی بیشتر در منطقه شود، آن هم 17 سال پس از حمله فاجعه آمیز به عراق. سینماهای ایران برای 3 روز تعطیل شدند. سخنگوی انجمن سینماداران گفته است در پی کشته شدن قاسم سلیمانی کلیه سینماهای این کشور به مدت 3 روز تعطیل خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی برای 3 روز در این کشور عزای عمومی اعلام کرده است. جرمی بوئن سردبیر خاورمیانه بی بی سی نیز گفته کشته شدن قاسم سلیمانی باعث از بین رفتن یکی از سرسخت‌ترین و مؤثرترین دشمنان امریکا شده و ضربه‌ای به قلب جمهوری اسلامی وارد کرده. این اقدام همچنین باعث تشدید اوضاع خطرناک در منطقه شده که قبلا متشنج و سرشار از خشونت بود. ایران قسم خورده که انتقام خواهد گرفت. درگیری بین ایران و امریکا تا کنون جنگی در سایه بود که حال میتواند شدت و گسترش یابد. قاسم سلیمانی و یکی از متحدان عراقی نزدیک ایران در فرودگاه بغداد و در جریان حمله‌ای که امریکا آن را اقدام قاطع دفاعی نامیده کشته شدند. وزارت دفاع امریکا پنتاگون گفته که آقای سلیمانی برای انجام حملاتی بیشتر علیه دیپلمات‌های آمریکایی و شهروندان این کشور در عراق برنامه‌ریزی کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از این حمله بدون هر گونه اظهار نظری تنها تصویری از پرچم امریکا را توییت کرده است. امریکایی‌ها و متحدان آنها در اسرائیل و غرب سال‌هاست که در حال ردیابی قاسم سلیمانی هستند. این واقعیت که این بار امریکایی‌ها ماشه را کشیدند نشان می‌دهد که ترامپ معتقد است که پاداش ارزش ریسک را دارد و رژیم ایران به خاطر منزوی شدن و تحریم‌های اقتصادی به شدت ضعیف شده است. قاسم سلیمانی چهره‌ای خارق‌العاده در ایران بود. او مغز متفکر استراتژیک ایران بود. شاید او طرحی از اقداماتی که در صورت کشته شدنش باید انجام شود از خود به جا گذاشته باشد. رژیم ایران یقیناً قصد پاسخگویی به مرگ او را دارد تا نشان دهد از موقعیتی که سلیمانی در این مدت طولانی در خارج از مرزهای این کشور در خاورمیانه ایجاد کرده میتوان دفاع کرد. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته درگیری‌های بیشتر به نفع هیچ کدام ما نیست. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای از همه طرف‌ها خواسته که تنش‌ها را کاهش دهند و گفت ما همیشه تهدیدات تهاجمی نیروی قدس ایران به فرماندهی قاسم سلیمانی را شناسایی کرده بودیم. پس از مرگ او از همه طرف ها می خواهیم که تنش ها را کاهش دهند. درگیری های بیشتر به نفع هیچ کدام از ما نیست. و همچنین جانشین قاسم سلیمانی منصوب شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر از انتصاب اسماعیل قاآنی به سمت فرماندهی نیروی قدس سپاه داد. فارس نوشته است که آیت الله خامنه ای رهبر ایران این حکم را صادر کرده است. اسماعیل قاآنی در جنگ بین ایران و عراق فرماندهی لشکر 5 نصر و لشکر 21 امام رضا را عهده‌دار بود. آقای قاآنی متولد شهر مشهد می باشد. و در ساعت نخست امروز سخنگوی سپاه گفت سپاه قاسم سلیمانی های متعددی دارد. سخنگوی سپاه پاسداران به شبکه خبر گفته است شادی لحظه امریکایی ها و صهیونیست ها دیری نخواهد پایید و انتقام خون این شهید سرفراز را می گیریم. این سخنگو گفته است سپاه قاسم سلیمانی های متعددی دارد. سوریه نیز کشته شدن قاسم سلیمانی را محکوم کرد. خبرگزاری رسمی سوریه کشته شدن قاسم سلیمانی را محکوم کرده و آن را تجاوز خیانتکارانه
و جنایتکاران آمریکایی خوانده است. توصیه سفارت فرانسه در تهران به شهروندان فرانسوی در ایران. سفارت فرانسه در ایران به شهروندان این کشور در ایران توصیه کرده از اجتماعات دوری کنند و از عکس گرفتن در اماکن عمومی خودداری کنند. سخنگوی دولت ایران نیز گفته پاسخ سخت خواهد بود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران نیز در حساب توییتر خود نوشته است که ترامپ وقیان مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت و آقای سلیمانی سالها به دنبال شهادت بود و پاسخ سخت خواهد بود. آقای ربیعی قاسم سلیمانی را سرمایه نمادین و ملی ایرانیان دانست. سخنگوی دولت ایران نوشته است بدون شک آزادی خواهان و ظلم ستیزان نه فقط در ایران بلکه در پهنه جهانی پاسخ ظالمان را خواهند داد. فرمانده حشد شعبی خواهان آمادگی نیروهایش شد. خبرگزاری فرانسه نیز گفته فرمانده حشد شعبی پس از حمله آمریکا و کشته شدن معاون این گروه از نیروهایش خواسته است آماده باشند. رئیسی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران در پیام تسلیتی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی نوشته است از هر قطره خون پاک آنان صدها قاسم سلیمانی در منطقه و جهان خواهد روید. آقای رئیسی نوشته است که این اتفاق خواب را از چشم دولت تروریست آمریکا و تروریسم بین الملل در سراسر جهان خواهد گرفت. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین نوشت بی تردید سربازان جبهه مقاومت انتقام خون حاج قاسم را خواهند گرفت و این انتقام به اشد وجه خواهد بود. چین نیز گفته به دقت تحولات منطقه را دنبال می‌کنیم. وزارت امور خارجه چین گفته است به دقت تحولات منطقه را زیر نظر دارد. این وزارتخانه گفته است چین به طور مداوم با استفاده از زور در روابط بین‌الملل مخالف بوده است. مقتدی صدر از نیروهای تحت امرش خواسته تا برای دفاع از عراق آماده باشند. او نیز گفته قرار دادن سلیمانی هدف قرار دادن جهاد است. مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی میگوید هدف قرار دادن قاسم سلیمانی هدف قرار دادن جهاد و جبهه مخالف است، اما عزم آن را تضعیف نمی کند. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در پیام تسلیتی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را خسارتی است بسیار برای اسلام و ایران دانست. آقای خاتمی نوشته است که آقای سلیمانی به دست جنایتکاران متجاوز به منطقه و عراق کشته شده است و او را به مقصد مطلوب خود او که شهادت بوده رسانده است. حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس ایران نیز در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی در توییترش نوشت که وی برای صلح می‌جنگید نه جنگ. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی از لغو تمامی کنسرت‌ها در تهران و شهرستان‌ها در 3 روز آینده خبر داد. محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب توییتر خود در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی نوشت حالا تو به برکت شهادت زنده تر از همیشه‌ای و من تنها تر. آقای قالیباف که با هشتک انتقام سخت توییت کرده نوشته امروز که با آرزوی خود رسیده ای برایم دعا کن تا سالها چشم انتظاری هم برای دیدن رفقای شهیدمان به پایان برسد. روزنامه تایمز اسرائیل نوشته یک پیست اسکی در بلندی‌های جولان نزدیک مرز با سوریه که قبلاً به آن حمله موشکی شده بود امروز به روی گردشگران بسته شده است. وزیر دفاع اسرائیل هم خواهان بررسی اوضاع با حضور رؤسای تمام نهادهای دفاعی این کشور شده است. و در نهایت ممنون از حمایتتون. امیدوارم که از این بخش خبری لذت برده باشید. بدرود.